دوستان عزیز سلام، تبریکتان باشه. فصل نهم را هم تمام کردیم. امروز فصل دهم را شروع میکنیم و موضوع بسیار هیجانی، بسیار مهم را میخوانیم. زمان حال کامل را میخوانیم. دوستان عزیز، زمان حال کامل در صفحه 137 کتاب است. اگر با آمازون دسترسی دارین میتونین از این کتاب به خود تهیه کنین. خب دوستان، یک چند موضوع مهم درباره زمان حال کامل. دوستا، اکثر مردم، اکثر دوستایی که فکر میکنن زمان حال کامل را یاد دارن، باز هم اکثرشان استفاده درستش را نمیفهمن. به می خاطر این درس را ما در تیک تاک هم اپلود میکنم. دوستایی که در تیک تاک میبینین این درس را، بر دیدن درس های قبلی و درس های بعدی نام مرا در یوتیوب سرچ کنین، نقیب الله سادات، و درس ها را ببینین. حال زمان حال کامل را میبینیم که چی است. خب بیان که اول نامش را، درباره نامش برتان یک کمی بگویم. Present Perfect Tense یا زمان حال کامل، در فارسی برش ماضی نقلی هم میگه. کسایی که در دستور زبان فارسی بلد هستن یا دری بلد هستن میفهمن که چی میگه. ایره ماضی نقلی میگه. ما شما ماضی نقلی را استفاده نمیکنیم، به خاطر که ما شما انگلیسی را یاد میگیریم و نامش در انگلیسی present perfect tense است و نامش که در فارسی معادلش زمان حال کامل است. خود دوستا، درباره نامش و تعریفش بسیار برتان گفتنی دارم، اما اول یک موضوع را باید برتان یادآوری کنم. زمان حال کامل دو نوع استفاده داره. یک نوع استفادهش تقریبا به نظر من 90% استفادهش یکیش است و 10% هم استفاده دومیش است. در درس امروزی استفاده اولش را میخوانیم که 90% به نظر من کاربرد داره. 10% زمان با سنس و فور و بعض افعال بسیار محدود دیگر است که استفاده میشن، یک کم استفادهش فرق دارد. او را در درس های بعدی میخوانیم. در درس امروزی استفادهش را میخوانیم که در حدود 90% کاربرد داره. خب این موضوع را خب برتون گفتم که بعض دوستا شاید باز بگن که ولی نه، یک استفاده دیگه هم داره. خب امروز یک استفادهش هم میخوانیم، استفاده دیگهش که کاربرد کم داره در درس های بعدی. موضوع دیگه دوستا، این درس را با دوستایتان شریک بسازین. در فیسبوک، در تیک تاک، در هر جایی که هستین، در اینستاگرام بالای ما براتون نشان میدم که بالای شیر کلک کنین. بعد از او برتان آپشن میده که در فیسبوک یا در تیک تاک یا در جاهای دیگه شریک بسازین. این بود شیر. دوستا درس ها، در بعض دوستا هستن که میگن درس ها را پیدا کرده نمیتونن، درس 50 را دیدن 51 را نمیتونن پیدا کنن. دوستا سابسکرایب کنین، بعد از او علامت زنگ را فشار بتین و پالی از او لایک کنین. وقتی علامت زنگ را فشار دادین دوستا، هر درس جدید را که من نشر میکنم برتان احوال یا نوتیفیکیشن میاد. خب بیاین که زمان حال کامل را بفهمیم. خب زمان حال کامل چی است؟ اول خویی را برتان میگم که این عمل را نشان میده که در گذشته واقع شده. عمل است که در گذشته واقع شده، با وجود از اینکه حال داره اینجا در نامش یا در انگلیسیشون present داره، اما عمل است که در گذشته واقع شده. خب شما شاید بگوین که ما خو زمان گذشته را خواندیم. زمان گذشته را خواندیم خیلی چی است که در گذشته واقع شده؟ ما برتون اول فارسیش میگم، اول دریش برات میگم. وقتی که دری و فارسیش درست فهمیدی، انگلیسیش برات بسیار ساده میشه. خب زمان گذشته را ما خواندیم، درست است؟ مثلا گفتم من کابل
رفتم. من کابل رفتم. ایچی از زمان گذشته ساده است. ای عمل را نشان داد که در گذشته شروع شد و در گذشته تمام شد. در یک وقت معین. درست است؟ من کابل رفتم. اما زمان حال کامل هم عمل گذشته را نشان می ده. اما فرقش چی است؟ عمل است که در گذشته در شروع شده و در گذشته در یک وقت نامعین تمام شده. ما براتون فارسی شو بگویم. من کابل رفته ام. من کابل رفته ام. فرقی دو عمل را می فهمین چی است؟ ای عمل است که وقتش معلوم است. در وقت معین تمام شده. عمل دوم وقت تمام شدنش معلوم نیست. مثلا وقتی میگی من کابل رفتم، از این گفتارت معلوم است که تو در یک وقت معین رفتی. پارسال رفتم، دیروز رفتم، یک ماه پیش رفتم. اما اگر بگی من کابل رفته ام، هدف از تزی است که رفتی اما وقتش معلوم نیست. ما شما در عامیانه یا به اصطلاح عام که صحبت میکنیم میگم من کابل رفتیم. من کابل رفتیم. اصلا چی است؟ من کابل رفته ام. عمل را نشان میده که در گذشته شروع شده، در گذشته در یک وقت نامعین تمام شده. یا در گذشته در وقت نامعین شروع شده و در وقت نامعین تمام شده. یک چند مثال دیگر هم کار میکنیم. مثلا میگیم دیروز یا پارسال فیلم تایتانیک را دیدم. صحیح است؟ پارسال فیلم دیدم. فیلم بسیار سابقه است دیگه. خب پارسال فیلم تایتانیک را دیدم. چی است؟ زمان گذشته ساده است. وقتش معلوم است که چی وقت می کار را انجام دادی. فرض کنین یک کسی من می گپ را بر یک دوست می زنم. پارسال فیلم تایتانیک را دیدم. او چی میگه؟ من فیلم را دیدم. من فیلم تایتانیک را دیدم. تو گفتی دیدم، دوست چی گفت؟ دیدم. وقت عمل تو معلوم است، وقت عمل دوستت معلوم نیست. شاید 5 سال پیش دیده باشه، شاید 10 سال پیش دیده باشه، شاید 15 سال پیش دیده باشه، شاید 1 ماه پیش دیده باشه. اما چی میگه؟ من هم دیدم. در اصطلاح عام که ما شما صحبت میکنیم چی میگیم؟ من فیلم تیتانیک را دیدیم که میگیم. من هم دیدیم. تصریح چی است؟ دیدم. عمل است که در گذشته در یک وقت نامعین شروع شد، در یک وقت نامعین تمام شد. بنابراین ای چی است؟ زمان حال کامل یا ماضی نقلی است. خب آهسته آهسته پیش میریم دوستان، چون اکثر کسایی که زمان را یاد میگیرن اوایل فکر میکنن که فهمیدن، اما اکثر دوستایی که حتی انگلیسی را میفهمن درست استفاده نمیکنن این زمان را. خب دو موضوع را گفتیم، در گذشته شروع شد، در گذشته تمام شد،
وقتش نامعین است، نامعلوم است. فرقش با زمان گذشته ساده می است که گذشته ساده وقت عمل معلوم است. با وجود از این که نامش present perfect tense است، present داره، اما عمل در گذشته واقع شده. این موضوع رو کل ما فهمیدیم. خب بیاین که دوستا فرمولش هم براتون بگویم. فرمولش subject have یا has plus خب پلاس چی؟ پی پی ورب. خب ای دوستا فرمول زمان حال کامل است. بیاین که ببینیم که چی معنا داره. سبجکت را کلتان میفهمین، فایل جمله است. I, we, you, they, he, she, it. Have یا has. Have یا has را شما معنا نمی کنید. اگر فیل هی، اگر فایل هی، شی و یا ات بود، از has برش استفاده می کنیم. اگر I, we, you, they بود، از چی استفاده می کنیم؟ از have. I, we, you, و they از چی استفاده می کنیم برش؟ از have. و he, she و it اگر باشه از چی استفاده می کنیم؟ از has. این را خود می فهمین دوستا. یا have است خط وسطی یا معنا میده has. خب این موضوع را خود فهمیدین. بیاین که ببینیم که در فرمول دیگه چی است. در فرمول گفته پی پی ورب. با یادتان از دوستان ما شما گفتیم که فعل چهار شکل داره. اکثر دوستان در کامنت نوشته کردن که شکل سوم چی است. ما براتون گفتم صبر کنین، روزی میای که ما شما میخوانیم که شکل سوم فعل چی است. اینجا ما شما از شکل سوم فعل استفاده میکنیم. گفتیم که فعل چند شکل داره؟ سه شکل داره. مثلا سی، سی دیدن را میگه، درست است؟ چهار شکل داره. سی شکل گذشتهش سا، فعل بیقایده است. سین شکل سومش است و شکل جاریش هم سیینگ. متوجه شدین؟ سی شکل سادهش، سا شکل دوم یا شکل گذشتهش، سین شکل سومش است و یا سینگ هم شکل جاریش است. ما شما ایرام استفاده کردیم، ایرام استفاده کردیم و ایرام استفاده کردیم در زمانهای مختلف. امروز شکل سوم فعل را استفاده میکنیم. شکل سوم فعل را past participle هم میگه. past participle به میخاطر پی پی نشته کردیم، به خاطر که شکل سوم اگر نشته کنیم بسیار جای میگیره. چی نشته کردیم؟ past participle. شکل سوم را چی میگه؟ past participle. بنابراین در زمان حال کامل ما شما subject داریم، have یا has را داریم، بعد از او شکل سوم فعل را داریم. خب بیاین که ما شما یک چند مثال را کار کنیم، جمله مثبت را بسازیم. سی دیدن. فرض کن میگی که من او را
دیدم. من او را دیدم. اکثر وقت ما شما میگیم نه یک کس را میبینی و الان کدوم جای مو را دیدیم. یا کسی میگی یا کسی میگه که فلان نفر را میشناسی میگی شن. بله او را دیدم یا او را دیدیم. خب یا کدوم چیز دیگه است که دیدیشه. خب من او را دیدم چی میگی؟ فاعل جمله I. برای I چی میگه؟ Have. شکل سوم فعل. شکل سوم سی چی است؟ seen him. I have seen him. دوستان have وقت در زمان حال کامل استفاده میشه، داشتن مانا نمیده. خب داشتن مانا نمیده. have it مانا نمیشه اینجا. I have seen him بخش ساختار زمان است. I have seen him من او را دیدم. خب بیاین که یک مثال دیگه بسازیم. بیاین که بگویم شما او را دیده اید. شما او را دیده اید چی میگیم؟ You have seen him. You have seen him. شما او را دیده اید. شما او را دیده اید. یا ما شما که در عامیانه میگیم چی میگیم؟ شما او را دیدین. You have seen him. باز هم برتان به خاطر از این که نو از این زمان برتان عین جمله را در زمان گذشته برتان میگم. شما او را دیدید. شما او را دیدید. ببینین You saw him. ای عمل که هست وقتش معلوم است. شما او را دیدید دیروز، پریروز، یک سال پیش، هر وقت که بود وقتش معلوم است. شما او را دیده اید یا شما او را دیدین چی است؟ عمل است که وقتش معلوم نیست. وقت انجامش و وقت تمامش معلوم نیست، در گذشته واقع شده. You have seen him, you saw him. خب برای سی یک دو مثال دیگه هم کار میکنیم. She has seen him. او هم مرد را دیده است. یا یک مثال دیگه کار میکنیم. Watch. Watch تماشا کردن را میگه. مثلا یک فیلم را تماشا میکنی. خب They have watched this movie. آنها این فیلم را تماشا کردند. آنها این فیلم را تماشا کرده اند. آنها این فیلم را تماشا کردند. فارسیش را برتان به خاطر نشسته میکنیم دوستا که همین موضوع خوب در ذهنتان بشینه. They have watched this movie. اول خویی است که subject they have به خاطر have استفاده کردیم که they است، جمع است. Watched شکل سوم فعل است. This movie این فیلم را. در پالی از اگر بگویم که
They watched this movie. اگر بگی که they watched this movie، هدفش این است که برای تو وقتش معلوم است که چی وقت همی فیلم را اینها دیدن. اگر بگی they have watched، معنایش این است که وقتش برات معلوم نیست، دیدن این فیلم را تماشا کردن. خب یک مثال دیگه هم کار میکنیم. میگیم He has watched this movie. He has watched this movie. ببینید دوستان اینجا وقتی هی آمد has را کتش استفاده کردیم. بیادتان باشه که have و has را ترجمه نمی کنیم. و داشتن هم در اینجا مانا نمیده. اینجا فقط بخش ساختار زمان است. خب. Meet. Meet ملاقات کردن. فرض کنین یک کس میگه که باب یک آدم بسیار خوب است. آیا باب را میشناسی؟ تو چی میگی؟ بله باب را ملاقات کردیم. یا با اصطلاح رسمیش که میگیم بله باب را ملاقات کرده ام. از کدام زمان استفاده میکنیم؟ از زمان حال کامل. به خاطری که دقیقا بر ما معلوم نیست که چی وقت باب را ملاقات کردیم یا نمیخوایم بگیم که باب را دقیقا در یک وقت معین ملاقات کردیم، میگیم ملاقات کردیمش. بناهن از زمان حال کامل استفاده میکنیم. I have met. شکل سوم meet چی است؟ met است. I have met Bob. I have met Bob. من با باب ملاقات کرده ام یا باب را ملاقات کردیم. خب بیاین که بگیم She has met Bob. She has met Bob. او باب را ملاقات کرده. چرا هز آمد به جای هف؟ به خاطر که وقتی هی شی و ات باشه هز میه. خب دوستا بیاین که لیو را بخوانیم. لیو زندگی کردن. مثلا یک کسی میگه ژاپن بسیار یک جای خوب است. فرض که تو زندگی کردی در ژاپن، برش میگی بله ما در ژاپن زندگی کرده ایم. چی میگی؟ I have lived in Japan. ما در ژاپن زندگی کرده. یا ایست که دقیق نمیخواییم وقتش بگویی یا نمی بیادت نیست، هر چی که هست عمل را نشان میتی که او در یک وقت نامعین واقع شده و تمام شده در گذشته. بنابراین میگی I have lived in Japan. Talk. talk صحبت کردن را میگم. مثلا میگی از یک کس پرسان میکنی که آیا با رئیس جمهور ملاقات کردی؟
او میگه نه خیر، ما در تلفن امرایش گپ زدیم، یا من در تلفن امرایش یا با او صحبت کرده ام. خب I have talked to him over the phone. یا on the phone میگیمش. Over the phone. Over the phone. I have talked to him over the phone. من در تلفن با او صحبت کرده ام. هدف ما دوستان از این مثال ها که ما براتون سناریو را میگم این است که شما بفهمین که عمل چطور واقع شده و فرقش با زمان گذشته ساده بفهمین. خب Hear شنیدن. Hear شنیدن. فرض کن یک کسی برات میگه که آیا باب را میشناسی؟ Do you know Bob؟ تو میگی نامش را شنیدیم. I have heard his name. نامش را شنیدیم یا نامش را شنیده ام. عملی است که در گذشته واقع شده در وقت نامعین و تمام شده در وقت نامعین. Travel سفر کردن. She has traveled to many زیادر میگه countries. She has traveled to many countries. او به کشورهای زیاد سفر کرده است. Call. Call زنگ زدن. They have called me many times. آنها برایم چندین بار زنگ زدن یا زیاد بریم زنگ زدن. خب دوستا، این بود جمله مثبت در زمان حال کامل. خب فارسی شمی از دوستا که مثلا میگیم رفته ام، دیده ام، کرده ام، کلش با ام و شکل اسم فعل تمام میشه. در مقابل از این اگر زمان گذشته را ببینیم میگیم رفتم، دیدم و کردم. یکی از حال کامل است، یکی از گذشته ساده است. خب
بیاین که ببینیم که جمله منفی سوالیه چطور ساخته میشه در زمان حال کامل. Meet ملاقات کردن. I have met Bob. I have met Bob. من باب را ملاقات کردم. اگر بخوایم که این جمله را سوالیه بسازیم و بگویم که آیا من او را ملاقات کردم؟ چی میگیم؟ Have را در شروع جمله میاریم. Have I met Bob؟ مثلا یک کسی درباره باب امروز صحبت میکنه، میگه که باب امروز مهمان ماست، تو همونجا هستی، تو میگیش Have I met Bob؟ آیا ما امروز باب کدام وقت دیدیم؟ یا باب را ما میشناسم؟ دوستت برد میگه Yes, you have met Bob. He is my friend from California. بله، شما باب را ملاقات کردین، او دوست من از کالیفرنیا است. Okay, I know, I have met Bob. بله، باب را ما دیدیم یا میشناسمش، ملاقات کردیم باش. خب، چی کردیم؟ جمله را فقط با آوردن have در شروع جمله به سوالیه تبدیل کردیم. فرضاً میگیم she has lived in Kabul. جمله است که او در کابل زندگی کرده است، یا او ما شما که میگیم او در کابل زندگی کرده. She has lived in Kabul. اگر بخوایم که جمله را سوالیه بسازیم، پرسان کنیم که آیا او در کابل زندگی کرده یا او در کابل زندگی کرده است، چی میکنیم؟ has را در شروع جمله میاریم. has she lived in Kabul. Has she lived in Kabul? آیا در کابل زندگی کرده؟ خب. مثلا میگیم You have heard about Bob. You have heard about Bob. شما درباره باب شنیدین، یا یک موضوع خبر هستین درباره باب. اگر بخوایم که این سوالیه بسازیم چی میکنیم؟ Have you heard about Bob? حتما کدام موضوعی درباره باب بوده که یک نفرشون خبر نداره، درباره باب صحبت میکنن. Have you heard about Bob? یا مثلا درباره یک پروژه است، کس پرسانت میکنه Have you heard anything about the new project؟ آیا درباره پروژه جدید کدام چیز شنیدی؟ Travel. مثلا میگیم آنها have traveled out
outside بیرون افغانستان. They have traveled outside Afghanistan. آنها بیرون از افغانستان سفر کرده اند. خب اگر بخوایم کمی را سوالیه بسازیم و از کس پرسان کنیم که آیا آنها بیرون از افغانستان سفر کرده اند، چی میکنیم؟ Have را در شروع جمله میاریم. Have they traveled outside Afghanistan. خب آیا آنها بیرون از افغانستان سفر کردند؟ خب دوستا بیاین که شکل منفی جملات را کار کنیم. چطور در زمان حال کامل جمله منفی می سازیم؟ آره خود دوستا کلتان می فهمین که جمله منفی رو وقتی می سازیم ما شما چی کار می گیریم؟ از not. فقط اما قدر باید بفهمین که not رو در کجا بگذارین در این جمله. مثلا I have seen him. من او را دیدم. چی میگی؟ اگر منفی میسازی I have not. I have not seen him. بعد از have یا has not را که بیاری جمله منفی میشه. مثلا travel را باز کار میکنیم، میگیم که او یا آنها بیرون از افغانستان سفر نکرده اند. چی میگیم؟ They آنها have not traveled outside افغانستان. آنها بیرون از افغانستان سفر نکرده اند. چی میگونیم؟ not را اضافه کرده. یا مثلا میگیم she has not traveled outside افغانستان. او بیرون از افغانستان سفر نکرده است. ببینید که بعد از has not آمد و اینجا بعد از have not آمد. شکل مختصر have not و has not میتونین به جای have not چی کنین؟ haven't NT را اضافه کنیم یا hasn't NT را اضافه کنیم. They haven't traveled. She hasn't traveled. خب دوستا ای بود زمان حال کامل. در درس آینده شاید در درس بعدی باشه یا یک یا دو درس بعد باز زمان حال کامل را میخوانیم و استفاده دومش را میخوانیم. امروز دوستا فقط همه قدر شما کنین در درس امروزی که ای فعل هایی را که براتون ذکر کردیم برش جمله بسازین. تمرین کنین که فرقش چی است، زمان گذشته چیش و زمان حال کامل چیست. خب دوستا ای بود زمان حال کامل. در درس بعدی باز درباره زمان حال کامل بیشتر میخوانیم. این ویدیو را با دوستایتان شریک بسازین. همیشه ما میبینیم در کامنت ها بعضی ها میگن من امروز درسایتان یافتم.
کمک کنین با دوستای دیگه‌تون، با عزیزای دیگه‌تون که این درس‌ها را پیدا کنن، در فیسبوکتون، در تیک تاکتون، در اینستاگرامتون لینک کنین، شیر کنین ویدیوها را. خدافظتون، تا درس بعدی می‌بینیم.